بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه نصر. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب تو سلسله برنامه‌ای که داشتیم در مورد عهد الهی برنامه رو ادامه میدیم با بحث بررسی این که بعد از بنی اسرائیل و بعد از مسیحیت عهد ظاهراً با مسلمانان بسته شد، ببینیم اینها چه کردن. و این نه اینکه فقط قرآن بگه، هرچند قرآن هم تایید میکنه که این عهد با مسلمانان بسته شد، اما در کتاب مقدس هم آمده. خداوند متعال در کتاب پیدایش باب 16 میگه عهد رو با اسماعیل با اسحاق میبندم ابراهیم، اما از فرزندان تو در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. یعنی تو یک چیزی از من خواسته بودی، من در خصوص اسماعیل اجابت کردم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را نسلی بسیار کثیر قرار میدهم، امتی عظیم از وی به وجود میآورم و از او معد مامتا پروفت محمد و 12 امام پدید میآورم. پروفت محمد همانطور که قول داده شده بود پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد و 12 امام هم پس از او به وجود آمدند. پیامبر در آخرین روزهای عمر خودش در سفری که به حج داشت به مکه نزدیک به 10,000 نفر رو جمع کرد و برای امام اول یعنی امام علی عهد گرفت، دست او رو گرفت بالا برد، گفت هر کس که من رو به عنوان سرپرست خودش و مولای خودش رهبر خودش میپذیره، علی رو هم به عنوان رهبری خودش بپذیره. برخی یک اختلافی به وجود آمد در میان مسلمانان، برخی نام گرفتن سنی و برخی نام گرفتن شیعه. اهل سنت میگفتند که نه، پیامبر اینا رو جمع کرده گفته که هر کی منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه. شیعه میگه نه خیر، گفت هر کس من رهبرشم علی باید رهبرش باشه. مسلمانان به همین خاطر دو فرقه شدن، دو تکه شدن. عده‌ای گفتن نه، ما همان فرمایش پیامبر رو گوش میکنیم و علی رو بعد از خودمون رهبر میدونیم و بعد از او امام دوم، امام سوم تا امام دوازدهم، همانطور که در تورات پیشگویی شده بود. جالب بدونید در قرآن کلمه امام به معنی رهبر و پیشوا 12 بار تکرار شده و جالبتر این که کلمه اسماعیل 12 بار تکرار شده و از اون هم جالبتر این که شعیعه 12 مرتبه تکرار شده. یعنی این 12 تا رو خدا خیلی جالب اشاره کرده. حالا داخل پرانتز خدمتون عرض میکنم، ماجراهای عجیبی قرآن به لحاظ ریاضی داره. مثلا کلمه سال در قرآن، کلمه روز در قرآن 365 مرتبه تکرار شده و یک سال 365 روزه. کلمه ماه در قرآن 12 بار تکرار شده و در قرآن می‌بینیم یک سال 12 ماهه. از اینجور موارد خیلی خیلی زیاد داره. لا جای بحثش نیست که از معجزات عددی تعداد زیادی از دانشمندان و ریاضیدانان به همین دلیل مسلمان شدند. خدمت شما عرض بکنم که این پیشگویی ها میگفت او خواهند آمد، اون پیامبر و 12 امام. شیعه ها کسایی هستند که اون 12 امام رو قبول کردند، سنی ها کسایی هستند که اون 12 امام رو به عنوان رهبر قبول ندارن اما اونا رو به عنوان خاندان پیامبر قبول دارن. خوبه بدونید اینها خاندان پیامبر هستند، فرزندان پیامبر از طریق دخترش حضرت فاطمه هستند، سنت فاطمه، فاطمه مقدس، کلامی که برای شما خیلی آشناس، اتفاقی که در پرتغال افتاده، ماجرای فاطمه مقدس. من پیشنهاد میکنم یه تحقیقی خودتون بفرمایید و اون دو کودکی که فاطمه مقدس رو دیدن و هر سال مردم به اونجا میرن برای شفا گرفتن. یعنی خدا دو مرتبه به جای اینکه مردمی که خیلی مرد سالار بودن منتظر این بودن که آن ذریه و آن فرد موعود از یک مرد به دنیا بیاد، یعنی نسل پدریش خیلی خیلی مهم بود براشون، یکی حضرت مریم و یکی حضرت فاطمه دو زن رو جلو آورد که از طریق اینها نسل رو ادامه بده. نکته خیلی جالب که خوبه بدونید اینه که در قرآن آمده یک سوره برای فاطمه مقدس و حضرت فاطمه اومده با نام سوره کوثر، یعنی خیلی زیاد کثیر، که این دقیقاً در پاسخ به همون کتاب پیدایش باب 16 که گفت و اسماعیل از تو نسل بسیار کثیر به وجود می آورم. کثیر یا زیاد دقیقاً اسم این سوره است، کوثر یعنی زیاد. انا اعطیناک الکوثر، به پیامبر گفت ما به تو کسی را عطا کردیم که خیلی کثیر هست و بعد از او افراد زیادی به دنیا خواهند آمد و نسل امامت و آنچه که وعده داده شده بود به ابراهیم از طریق او اتفاق خواهد افتاد.
پس تو برای پروردگارت قربانی کن و نماز بخوان. کسانی که تو را مسخره میکنند خودشان بی دنباله خواهند شد. چون اون موقع اعراب چون پیامبر پسر نداشت مسخره میکردن پیامبر رو، میگفتن تو که پسر نداری نسل چطور میخواد ادامه پیدا بکنه. خدمت شما عرض بکنم این جریان پیش رفت. در پیشگویی های یهود هم این بحث خیلی زیاد وجود داره. به عنوان مثال من یک مورد رو برای شما بگم. کتابی است به اسم نبوئیت هیلت. نبوئیت از همان کلمه نبوت گرفته شده به معنی پیامبری. هیلت در زبان عبری یعنی کودک. این ماجرا ماجرای کودکی است که در ظاهرا 70 یا 30 قبل از به دنیا آمدن پیامبر به دنیا میاد. پدرش از بزرگان بنی اسرائیل، از بزرگان یهوده، فردی است مستجاب الدعوه و مؤمن. بچه دار نمی‌شده مثل حضرت زکریا. همسرش میخواد میگه تو که از خدا اگر چیزی بخوای بهت میده، از خدا بخواه که به تو فرزندی عطا بکنه. او هم از خدا میخواد و خدا به او یک فرزندی میده، فرزندی که به محض به دنیا آمدن سخن میگه. جالبه بدونید این معجزه مربوط به حضرت عیسی هم هست. عیسی هم به لحظه به دنیا آمدن سخن گفت. قابله فریاد میزنه، از اتاق بیرون میاد، پدر داخل میره و کودک رو بغل میکنه، در گوشش میگه دیگر سخن مگوی. اینا در کتاب نبوئیت هیلت آمده. و اون کودک تا 12 سالگی صحبت نمیکنه. مادرش وقتی خیلی اصرار میکنه، پدر به گوش اون میگه که سخن بگو اما جوری بگو که تو رو نکشن. ظاهرا میخواسته اسرار رو بگه. این پیامبر که نسبت نبوت به او داده میشه، این کودک که نسبت نبوت به او داده میشه، ایشون شروع میکنه صحبت کردن و حروف عبری رو رمزشو باز میکنه. حروف عبری الف بتا جیمل دالت ابجد هاوز حتی کلمن صعف از قرشد، 22 حرفه. شروع میکنه از الف گفتن تا پایین میاد تا تای قرشد، باز از تای قرشد میره تا الف ابجد، دوبار 3 4 پنجمین بار به تای قرشد میرسه. وقتی تمام میکنه در دم جان میده و میمیره. این 22 تا رو 5 بار رفته آمده و این یکی از اسرار عددی یهوده که خود اونها متوجه شدن که اون حقیقت مطلب کجاست. 22 ضرب در 5 110 میشه. 110 رمز امام اوله در میان شیعیان. یعنی خود یهودی ها هم این مطلب رو داشتن. اول میگه الف اتیا امتا و ابن امتا. اتیا می آید، امتا یک امتی، و ابن پسر امتا، امت یعنی کنیز. میگه از پسر کنیز یک امتی به وجود خواهد آمد. این میشه همان کتاب پیدایش باب 16 که از پسر کنیز یعنی هاجر امتی به وجود میاد، چون وعده داده شده بود که از اسماعیل امتی عظیم به وجود بیاد. موارد متعدد رو میگه که تمامش هست. خیلی جالبه کتابش، بخشایش رو خود بنده دارم خدمت شما عرض بکنم. و ماجرا پیش آمد. متاسفانه یهودیان همون کاری رو که سر مسیحی ها کردن سر مسلمان ها هم آوردن. فردی رو فرستادن نفوذی و او اسلام رو به سمت خودش برد. البته شیعیان اونا قبول ندارن. فردیس افراد مختلف فرستادن، 3-4 نفر، مثل کعب الاحبار، مثل وهب ابن منبه، مثل عبدالله ابن سلام، مثل زید ابن ثابت. اینا یهودیایی بودن که به ظاهر مسلمان شدن اما شروع کردن به تحریف کردن دین اسلام. شیعیان از این تحریف در مصون ماندند. خود این ادعای شیعه است چون حرفای اونا رو قبول ندارن. و این جریان کار به جای رسید. دونه دونه این امام ها به بدترین شکل ممکن کشته شدن. امام اول علی کشته میشه، امام دوم حسن کشته میشه و امام سوم حسین به بدترین شکل ممکن کشته میشه. جالبه این کودک این رو هم پیش بینی کرده بود. در حرف قاف قرشت وقتی میرسه میگه قیفا متر فا الیدسا دسفا کسر فا بتر و فان پتسما پاهوما. یعنی که سری از پشت سر در کنار رود بزرگ بریده خواهد شد. در کنار فرات سری را از پشت سر با خنجر خواهند برید. و این اتفاق دقیقا برای امام سوم شیعیان افتاد. به ناحق او را گرفتن. او حاضر نبود با یک فردی که به زور به حکومت رسیده بود و پادشاهی مسلمانان را به دست گرفته بود به نام یزید. و واقعا باید بگیم پادشاهی، چون او به دنبال عیش و نوش و کارهای خودش بود، فقط دوست داشتن مالیات جمع بکنن و خوشگذران باشن. فردی بود به میمون ها علاقه داشت، زنهای متعدد میگرفت و یه همچین فردی. امام حسین امام سوم حاضر نشد با او کنار بیاد و او رو به بدترین شکل سر رو از پشت سر بریدند. و در ادامه میگه که
و فرزندان و زنان او را از خیمه ها بیرون آوردند و در مقابل چشم نامحرمان گذاشتند و این اتفاق دقیقاً باز دوباره افتاد. یعنی دونه دونه خلاصه این کودک همه اینها رو پیش بینی کرده بود. میخوام یه مثال زدم از اینا بخوام براتون بگم زیاده. به عنوان مثال یکی از خاخام های یهودی ایرانی به اسم حاج بابا قزوینی یزدی، ایشون با خواندن این کتاب شیعه شد. و جالبی بدونید امروز صهیونیست ها بیشترین دشمنی که در دنیا دارن در تمام دنیا با شیعیان دارن، با هیچ کس دیگه به اینقدر دشمنی ندارن و در میان مسلمان ها فقط با شیعه. شیعه همون تفکر حاکم بر ایرانه، ایرانی ها شیعه هستن. شما نگاه میکنید امروز تنها کشوری که جدی در مقابل اسرائیل ایستاده فقط ایرانه، چون شیعه نمیتونه تفکر صهیونیسم یهود رو بپذیره، اما بقیه کشورها سکوت کردن. ببینید مثلا امریکا و اسرائیل اصلا با عربستان کاری ندارن، با اینکه در عربستان خدمت شما عرض بکنم وهابی ها حاکمن. وهابی ها همون کسایی هستن که سر میبرن و فجیح ترین کارا رو انجام میدن، اما اسرائیل باشون کاری نداره. تمام تمرکز خودش رو امریکا، تمام تمرکز خودش رو بر شیعه متمرکز کرده که فقط او رو از بین ببره. خب این پیشگویی ها همشون آمد و آیا ببینیم که چه شد؟ یک نکته جالب خدمتتون عرض بکنم، خیلی جالب خواهد بود مخصوصا برای مسلمانان، فرق نمیکنه چه شیعه باشن چه سنی. قرآن در سوره مائده که برخی میگن آخرین سوره بوده که بر پیامبر نازل شد در اواخر عمرش، آیه 54 یک رازی رو لو داد. خطاب به اعراب گفت، گفت آی عرب ها شما عهد رو پذیرفتید، اما اگر عهد رو بشکنید من این کار رو خواهم کرد. پس رسید عهد به مسلمان ها، اما ظاهرا اونها هم میشکنن. چه میشه؟ 54 مائده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینه، اگر شما هر کدوم از این دین برگردید، از دینش برگردید، فپس سوف، یعنی در آینده دور، یأتی الله بقوم، خدا در آینده دور قومی رو میاره، یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست داره و اونها خدا رو دوست دارن، عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنند، عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار محکم می ایستند، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا از تمام دار و ندارشون میگذرن و جهاد میکنن در راه خدا، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسند، ذالک فضل الله، این فضل و بخشش خداست، که یعطی من یشاء، به کسی که بخواد میده. این به کسی که بخواد یعنی به کسی که لیاقت داشته باشه اون فرد به او میده، والله واسع علیم، و خداوند بخشاینده و داناست. خدمت شما عرض بکنم که آیه بعدش خیلی جالبه. زمانی که این آیه نازل شد در تواریخ آمده، در تاریخ آمده، هم شیعه این رو نقل میکنه، هم سنی نقل میکنه، حتی خود این وهابی ها هم این رو قبول دارن. زمانی که این آیه آمد، عرب ها جلوی پیامبر قرار گرفتن، هر کدام از یک قبیله و یک سبت خاص بود. او یکی گفت از قبیله بنی تمیم بود، مثلا اومد گفتش که اون قومی که میخواد تو آینده بیاد از بنی تمیمه، اون یکی گفت نه خیر از بنی اسد، اون یکی گفت از بنی ایکس، بنی ایگرگ، بنی زد، اینا هیچ کدوم مهم نیست. پیامبر گفت نه خیر، من هازا، از این فردن. کیو نشون داد؟ یکی از صحابش که ایرانی بود به نام سلمان فارسی، گفت اون قوم از اینها هستن و اون اتفاق در ایران میفته و اون عهد الهی با ایرانیان بسته میشه. نکته که وجود داره اینه، خب این ایرانی ها تفکر زیادی دارن، ما در ایرانی مسیحی هم داریم، یهودی هم داریم، زرتشتی هم داریم، شیعه هم داریم، سنی هم داریم، کافر هم داریم، همه چی داریم. خب این که نمیشه، که این میشه نجات پرستی که خدا با یک نجات عهد ببنده، این که میشه همون تفکر صهیونیستا که نجات ما نجات برتره، این راشیسمه، این یه اینطور صحیح نیست. آیه بعدی توضیح میده، میگه که کسانی که این ایده رو داشته باشن، کسانی که ایرانی باشن و این ایده رو داشته باشن، کدام ایده؟ آیه 55، انما براستی ولیکم، ولی شما و سرپرست شما الله هست، الله و رسوله و رسولش هست. بلافاصله آیه بعدشه، والذین آمنوا، و کسایی که ایمان آوردن. چه کسایی؟ خیلی کسایی ایمان آوردن. میگه همان کسی که در رکوع نمازش انگشترش را به یک مسکین بخشید، در حالی که در رکوع نماز بود انگشترش رو در آورد و به یک سائل و مسکین و گدا بخشید. همه میدانند این اتفاق در جلوی چشمان همه افتاده بود قبلن، قبل از اینکه این آیه نازل بشه. اون کی بود؟ اون امام اول بود، علی، همان کسی که پیامبر معرفیش کرد، اما کسی او رو قبول نکرد. جالب، آیه بعدی یک پیشبینی میکنه، میگه که هر کس ولایت الله و رسولش و اون مؤمنی رو که توضیح دادم پذیرفت، فان حزب الله هم الغالبون، اینها گروه من خدا هستند،
من اینها رو بر دنیا غالب خواهم کرد. یعنی وعده الهی به این سمت رفت که من عهد خودم رو با شیعیان میبندم که در ایران هستن، اینها کار رو تمام میکنن و عهد من رو به نتیجه میرسونن و عهد او هم منظور ظاهرا عهد خدا، دین الهی و مسیر الهی و برگزاری احکام الهی و فراهم کردن شرایط مقدمات ظهوره. یک نکته خیلی جالب برای شما بخونم، فکر کنم براتون تعجب برانگیز باشه و تا مقدار خنددار از حماقت این افرادی که بر دنیا دارن حاکم حکومت میکنن. در سفر تثنیه تورات باب 28 آیه 9 تا آخر خدا به بنی اسرائیل میگه اگر عهد مرا بشکنید این بلاها رو سرتون میارم. از اول این فصل تا آخر فصل خدا داره فقط به اینا توهین و فحش میده، میگه اگر این کارو بکنید این بلاها رو سرتون میارم. تهدیدهای خیلی خیلی جدی میکنه، میگه بچه‌تون از بین میبرم، زمینتون از بین میبرم، خودتون از بین میبرم، ناموس تو از بین میبرم، دارو نداره. و در آخر این رو میگه، خوب گوش کنید، و خدا از دور یعنی از اقصای زمین امتی را که مثل عقاب میپرد بر تو خواهد آورد، امتی را که زبانش را نخواهی فهمید، امتی مهیب صورت که طرف پیران را نگاه ندارد و بر جوانان تو ترحم نکند. بر مبنای این خدمت شما عرض بکنم، بحث خیلی نکته اساسی است، دقت بفرمایید. بر مبنای این بحث ویژگی اون امتی که بنی اسرائیل رو و اون کسایی که در اسرائیل دارن ظلم میکنن رو از بین میبره اینه که بنی اسرائیل زبانشون رو بلد نیستند. پس این شد یه ویژگی. حالا اگر اجازه بدید یک خبر برای شما بخونم از خبرگزاری های مهم دنیا که اون رو مخابره کردن. علی خصوص خدمت شما عرض بکنم که شبکه 2 تلویزیون اسرائیل اون رو نقل کرد. سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی معروف به امان از وزارت آموزش این رژیم خواست آموزش زبان فارسی یعنی زبان رسمی ایرانیان را به عنوان یک ماده درسی در تمام مدارس این رژیم تدریس کنند. شما چه فکر میکنید در مورد این؟ چه نیازی دارن اسرائیلیا که زبان فارسی یاد بگیرن؟ زبانی که ایرانی ها صحبت میکنن، همین زبانی که من امروز الان دارم با شما صحبت میکنم، این زبان زبان فارسی است. چرا باید این کار رو بکنن؟ به خاطر اینکه در پیشگویی تورات آمده اون قومی که به شما حمله میکنه و شما رو تمام میکنه و قوم خداست، اونها زبانشون رو شما بلد نیستید. امروز خاخام ها تشخیص دادن که اون قوم ایرانیان هستند و ایرانیان شیعه هستند. پس باید چیکار بکنیم؟ بریم به کودکانمون زبان فارسی یاد بدیم که اینها اون قوم نباشند. واقعا دیوانه خنده آوره، یک مش دیوانه دارن بر دنیا حکومت میکنن. اینا فکر میکنن منظور از زبان همین A B C D E F یا الف ب ت س هستش. نه خیر، اینطور نیستش. زبان یعنی زبان فهم، زبان کلام، یعنی هیچ کس که جز اینها متوجه اون 12 امامی که خود ابراهیم قول داده بود که باید از اونها تبعیت میشد، موسی قول گرفته شده بود، از عیسی علیه السلام قول گرفته شده بود، از پیامبر قول گرفته شده بود، اینا به اون سمت نرفتن، فقط این عده قلیل رفتن. نکته جالب بدونید که در دنیا فقط تا حالا اسرائیل دو بار شکست خورده، هر دوبارش هم از شیعیان شکست خورده و هر جا اسم شیعه هست اسرائیل شکست میخوره. ایران شیعه، حزب الله لبنان شیعه و حماس با اینکه از برادران سنی مسلمان هست، چون خط شیعه رو قبول داره در مبارزاتش، یعنی جهاد رو قبول کرده، شما میبینید پیروزه. امروز اونا تشخیص دادن ایران اون قوم الهیه. منتها ایرانیان هم آیا ممکنه سقوط بکنن؟ بله، ایرانیان هم میتونن سقوط کنن، که زمانی که بین این عقیده و نژادشون نژاد رو انتخاب کنن، بگن ما ایرانی ها خیلی مهمیم، ما ایرانی ها کل دنیا رو میگیریم. این اشتباهه. اگر به این سمت رفتن اینها هم یه مش نژادپرست میشن و اون خیلی خطرناکه. خب فکر میکنم تا برای جلسه امروز کافی باشه. سر شما رو درد آوردیم، منو ببخشید. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.